اگر شما هم بچه زیر 3 سال دارین یا 3 سال و نیمه دارین، ممکنه با این مشکل مواجه شده باشین که بچه‌تون شما رو گاز بگیره یا بچه‌های دیگر رو گاز بگیره. من می‌خوام ببینیم که چیکار کنین که این عادت از سرش بیفته. می‌خوام توی این ویدیو راجع به این صحبت بکنم. سلام، خوش اومدیم به کانال تا فامیلی. اگه اولین باره که داریم ویدیوهای منو میبینیم، میتونیم دکمه سابسکرایب رو بزنیم که به کانالم ملحق بشیم و بتونیم بقیه ویدیوهای منو ببینیم. امروز میخوام راجع به این صحبت بکنم که چرا بچه ها، مخصوصا بچه هایی که زیر حالا 3 سال هستن، این عادت رو دارن که حالا گاز میگیرن، حالا ممکنه شما رو که والدینشون هستین گاز میگیرن، یا بچه های دیگر رو در واقع به این شیوه رفتار میکنن و ما باید چی کار بکنیم؟ یه کار اشتباهی که یک سری از والدین ممکنه انجام بدن اینه که مثلا حالا اولین بار یا حالا چند بار اولی که بچهشون این کار رو میکنه، ممکنه یک جوری تبدیل بکنن این مسئله رو به بازی. مثلا اینکه خب ای منو مثلا گاز گرفتی، الان منم میام تو رو گاز میگیرم، یا مثلا فرار کنن یا به حالت بازی بودن یا بگن که الان منم میام تو رو گاز میگیرم و تبدیل به یک بازی بشه و در واقع کودکتون احساس بکنه که یک چیز جالبیه و دارین در واقع به این شیوه با همدیگه بازی میکنید. یا اینکه مثلا به خنده و شوخی میگذرونیم و میگین که الان مثلا گاز گرفتی، شبیه ساعت شد الان رو دستم، و کودک فکر کنه که مثلا انگار کار جالبی انجام داده. یعنی هر رفتاری که در واقع باعث بشه که فرزندتون متوجه نشه که کارش اشتباه بوده، اون کار رو بیشتر تکرار میکنه. پس این رفتاری که ما انجام میدیم، یعنی واکنش ما در برابر این موضوع، خیلی مهمه که ما اون رو به شوخی و بازی در واقع نذاریم که کودک فکر بکنه که این کارش کار خوبی بوده. پس باید چی کار بکنیم؟ تو بچه های زیر 2 سال معمولا اگر بچه ها این کار رو انجام دادن، باید بهشون بگیم که نه مثلا این کار درستی نیست. وقتی تو این کار رو میکنی، مثلا من دردم میاد. ببین مثلا تو حالا ممکنه کودک هیچ در واقع تصوری از این که درد داشتن یعنی چی نداشته باشه. مثلا بهش مثال میزنی، میگیم که مثلا ببین وقتی میخوری زمین دردت میگیره، منم اونجوری میشم، وقتی گاز میگیری اونجوری میشه. این کار درستی نیست، هیچ که خوشش نمیاد که تو این کار انجام بدی یا گاز بگیری. در واقع میتونی به این شیوه چند بار باید در واقع تکرار بکنی. تو بچه‌ای که حالا بزرگتر هستن، مثلا 3 ساله هستن یا مثلا 3 سال و نیمه هستن، وقتی این کار رو انجام داد، به مدت 2-3 دقیقه میتونی بهش بی‌توجهی بکنی، یعنی هیچ بهش محل ندی، توجه نکنین بهش. یا بعد از 2-3 دقیقه که اومد به سمت شما، براش توضیح بدین، بگین که مثلا این کاری که انجام دادی خوب نبود، تو نباید گاز میگرفتی، وقتی گاز میگیری ببین دستم اینجاش اینجوری میشه، دردم میاد و هیچ کی اینو دوست نداره و در واقع تو داری با این کارت منو ناراحت میکنی. در واقع اون هیجانات و احساسات خودتون رو بهش میگین و کودک متوجه میشه که وقتی این کارو انجام میده، در واقع باعث میشه که شما یک حس بدی نسبت به رفتارش پیدا میکنی، یعنی ممکنه احساس درد داشته باشه. بنابراین حتما این مسئله رو بگین که چه تأثیری روی شما میذاره، چه تأثیری روی حال شما میذاره. کودک باید اول اینو متوجه بشه و بعد اینکه بهش بگین که حالا چطوری میتونی منو خوشحال کنی. در واقع کودک باید یاد بگیره که وقتی یه کاری انجام داد که باعث ناراحتی کسی دیگه شد، بتونه در واقع اون اشتباهش رو حالا جبران بکنه. مثلا خودتون میتونید بهش پیشنهاد بدین که حالا بیا منو بوست کن یا بغلم بکن که در واقع این مسئله رو من فراموش بکنم، که در واقع کودک یاد میگیره که در واقع حالا وقتی یه کار اشتباهی انجام داد و باعث ناراحتی شما شد، حالا یه بی‌توجهی را سمت شما میگیره و بعد تلاش میکنه که اون اشتباهش رو جبران بکنه. فقط نکته این موضوع اینه که در واقع بچه‌ها چون این موضوع کم کم تبدیل به یک عادت میشه براشون، یک مقدار سخته که بخوان این عادت رو ترک بکنن. یعنی یک شبه ترک نمیشه، با 1 بار 2 بار 3 بار گفتن همین از سرشون نمیفته. در واقع باید همینطور آموزش رو ادامه بدین، همینطور بهش بگین تا بچه‌تون یاد بگیره که کم کم در واقع این کار از سرش بیفته و بدونه که این کار کار خوبی نیست و دیگه تکرارش نکنه.
همینطور وقتی حالا فرزندتون حالا بچه دیگری رو گاز گرفت، هم به همین شیوه بهش در واقع میگین که این کار کار درستی نیست و نباید این کار رو بکنی. ببین وقتی گاز گرفتی دردش اومد، گریه کرد، ناراحت شد. بنابراین در واقع سعی بکنی که تو شرایط مختلف بهش یادآوری بکنی. ولی فقط یه نکته ای که هست اینه که تند و شدید باهاش برخورد نکنی، چون وقتی خب خیلی هم شدید باهاش برخورد بکنی و خیلی در واقع کودکتون رو راجع به این مسئله سرزنشش بکنه، بیشتر در واقع اون کار رو تکرار میکنه، چون احساس قدرت میکنه و فکر میکنه که تونسته به شما غلبه پیدا بکنه و از این طریق در شرایط مختلف باز کارش رو تکرار میکنه. پس اینکه نه اینکه خیلی در واقع موضوع رو به بازی بگیرین که کودک فکر بکنه که یک نوع بازی و سرگرمیه، نه اینکه خیلی هم واکنش تند نشون بدین که کودک تو شرایطی که مثلا بخواد قدرت خودش رو نشون بده بخواد از این روش استفاده بکنه. پس یک واکنش معمول داشته باشین، ولی بهش یاد بدین که این کار درستی نیست و در واقع متوجه هیجانات و احساسات شما یا حالا طرف مقابل بشه حتما. اگر از ویدیو من استفاده کردین و براتون آموزنده بود حتما لایک بکنین. باز اگر سوالی داشتین میتونید تو قسمت کامنت ها ازم بپرسین. من قبلا دو تا ویدیو هم ساختم راجع به پرخاشگری تو بچه ها. اگر دوست داشتین دو تا ویدیو هم لینکشو میذارم این بالا حتما ببینین. ممنون که با من همراه بودین. مراقب خودتون باشین. خدا نگهدار.